رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب مانده است تو باشد تاریکی فشرده. در یک خانواده به دنیا آمدم که هم مادرم شاعر بود هم پدرم نویسنده بود، گاه گاه شعر هم می سرود. 14 سالگی شروع کردم به شعر نوشتن. کولی کنار آتش رقص شبانت کو. آخرین دیدارم با سیمین غزل ایران، نوروز 1388. آتش چرا فسرده؟ تلفن های خانش در تهران امان نمی دادند. شب که میشه سر مشتری زیاده. او همچون همیشه مشغول گفتگو با مشتاقانش و من مشتاق گفتگو با او. گفتگویی که رادیویی بود و من برای خاطره تصویر هم گرفتم. میگفت همچون اولین شعرش هنوز فقط برای مردم میگوید. شاید چندین بار طرز فکرم عوض شده باشه، ولی اساس اون که همیشه من یه شاعر مردمی بودم و همیشه طرفدار مردم بودم، اون تا حالا عوض نشده. یعنی همیشه شعر من جنبه نگرش به زیر دستای جامعه، طبقه پایین جامعه و خود جامعه اصولا فرق نمی کنه، حتی خوشبختای جامعه. من فکر میکنم که باید یه جامعهی که تشکیل میشه آدم ها با همدیگه مهربان باشن، به فکر همدیگه باشن. یعنی همقدر من به اونا فکر میکنم، اونا به من فکر کنن، به دیگرون فکر بکنن، یه جامعه همبستگی با هم داشته باشه، خیر همدیگر بخواهند. رفتان که پیش پایش. سالهای بعد از انقلاب در ایران اما سالهای آرامش و خیر برای او نبود. حمله های حکومت بی امان بودن. یک قطره ناسترده. روزنامه ها هم که از روزنامه کیهان و اقمارش فقط کاری که داشتن این بود که هر روز یه فحشی برای من، دشنامی، یک شعری، یه مسخره، یه جور چیزی، تا حتی به اصطلاح رکیک‌ترین کلمات رو می آوردن، فحش های داشتنام های ارزی ناموسی می دادن، می نوشتن معلوم الحال و نمی دونم معروفه و شاعره معروفه و نمی دونم از اینجور چیزا که می نوشتن. یه یواش یواش من اصلا بیماری روانی گرفته بودم واقعا، گاهی از اوقات گریه می کردم. یک شعری سرودم که شاید من فکر میکنم که اون موجب شد که بعد از اون دیگه دهنها بسته شد و اون فحشای آنچنانی رو به من ندادن. تا حالا چند ساله که دیگه به من فحش نمیدن. چی گفتین تو؟ نوشتم که 1.70 متر صدم افراشت قامت سخنم، 1.70 متر صدم از شعر این خانه منم، 1.70 متر صدم پاکیزگی ساده دلی، جان دلارای غزل، جسم شکیبای زنم. انگار من زادم تان ماری که نیشم بزند، من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم. 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود، 1.70 متر گورم به خاک وطنم، گورم به خاک وطنم. علی همدانی، BBC.